درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، هشدار داد. بیش از 100,000 امضا برای برکناری علیرضا زاکانی از شهرداری تهران جمع‌آوری شده است. رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، اعتصاب قضا کرد. موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در ایران به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سپید گفت که ایالات متحده آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در دوره ریاست جمهوری جدید نیست. رؤسای موساد و CIA برای مذاکره درباره آتش‌بس غزه به دوحه می‌روند و اوکراین به خاطر حملات توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 9 جولای 2024 میلادی برابر است با 19 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. محمد جواد آذری جهرومی، عضو ستاد مسعود پزشکیان، در واکنش به خبر تشکیل شورای سیاستگذاری دولت 14 به منظور انتخاب وزرا و تعیین راهبردهای دولت مسعود پزشکیان این خبر را جعلی خواند. آذری جهرومی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به دست به دست شدن این خبر توسط برخی شهرهای شناخته شده رسانه‌ای درباره ترکیب شوراهایی مانند شورای سیاستگذاری دولت 14 یا به گفته او شورای انتصابات نوشت همه فیک است و روال شفاف و مدل علمی و بروز انتخاب وزرا توسط رئیس جمهور منتخب به زودی اعلام خواهد شد. در خبری که برخی رسانه‌ها از جمله اعتماد آنلاین و جماران منتشر کردند اعلام شده که شورای موسوم به سیاستگذاری دولت 14 متشکل از 5 کارگروه سیاسی به ریاست محمد جواد ظریف، اجتماعی به ریاست علی ربیعی، اقتصادی به ریاست علی طیب‌نیا، فرهنگی به ریاست رضا صالحی امیری و زیربنایی به ریاست علی عبدالعلیزاده است. محمد جواد آذری جهرومی که در دولت 12 سمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشت، درباره چرایی انتشار گسترده این اخبار هم به طعنه نوشت عده‌ای از شوق خدمت حاضرند هر وعده‌ای به هر کسی بدهند تا مثلا وزیر شوند، عده‌ای هم طالب این وعده‌هایند و امروز روز کاسبیان هست. سازمان عفو بین‌الملل در یک فراخوان اقدام فوری درباره خطر فزاینده اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، هشدار داد. این سازمان به گذشت 8 از زمان بازداشت خودسرانه احمد رضا جلالی در تهران و اعتصاب قضای او از روز 5 تیر ماه اشاره کرد. جلالی روز 14 تیر ماه و بعد از حدود 10 روز اعتصاب قضایی خود را به دلیل وخامت حالش در زندان شکست. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فوراً او را آزاد کنند. بر اساس متن منتشر شده از سوی این سازمان، جلالی دچار آریتمی قلبی، کمخونی و فشار خون شده، اما از دسترسی به موقع و کافی به مراقبت‌های بهداشتی محروم مانده است. عفو بین‌الملل درباره وضعیت وخیم جسمی این پژوهشگر زندانی که زیر حکم اعدام است، هشدار داد. شماره امضا کنندگان کارزار برکناری علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که در اعتراض به حمایت‌های او از ساخت مسجد در پارک قیطریه و ساخت فرهنگسرا در پارک لاله شکل گرفت، به حدود 100,000 تن رسید. روزنامه سازندگی روز دوشنبه 18 تیر ماه در گزارشی با عنوان کارزار برکناری زاکانی نوشت که با حضور شهردار تهران در 14 انتخابات ریاست جمهوری ماجرای ساخت و ساز در پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت به فراموشی سپرده شد، اما اکنون بعد از کنارگیری زاکانی از انتخابات و انتخاب مسعود پزشکیان با عنوان منتخب مردم، یک بار دیگر این کارزار مورد توجه قرار گرفت. در بخشی از متن کارزار برکناری زاکانی آمده
در حالی که مسئولان شهری و کشوری هیچ عزم و تدبیری برای حل این معضلات بزرگ زیست محیطی و خسارت‌های مادی و جانی ندارند، شهردار تهران به جای توسعه فضای سبز پارک‌ها، میل وافری به تراکم فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد، هتل، برج، رستوران، شهر بازی و فضاهای اداری و تجاری و کسب درآمد از پارک ها دارد. این کارزار از شورای شهر تهران خواست تا بار این مسئولیت سنگین را از روی دوش زاکانی برداشته و بر دوش اهلش بگذارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اعتصاب قضای رضا شهابی فعال کارگری محبوس در زندان اوین در پی تشدید بیماریش خبر داد و نوشت که این اقدام او در اعتراض به تداوم برخوردهای سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز است. این سندیکا روز سه‌شنبه 19 تیر ماه خبر داد که رضا شهابی باید تحت عمل جراحی گردن و کمر قرار بگیرد و کمیسیون پزشکی به دلیل وضعیت وخیم او دستور اعزامش را به بیمارستانی در خارج از زندان برای انجام آزمایش ها داده است. او دچار بیرون زدگی مهره‌های گردن، درد شدید و بی‌حسی در دست چپ، بیرون زدگی دیسک، پارگی دیسک، بی‌حسی پای راست و درد شدید در پا و کمر است. با وجود این شرایط جسمانی، شهابی با کارشکنی مسئول بند 4 اوین و تهدید نسبت به انتقالش به یک بند دیگر مواجه شده است. دیوان عدالت اداری حکم صادر شده است توی هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای عزیز قاسمزاده فعال صنفی معلمان را مبنی بر اخراج او تایید کرد و آن را خفیف و قانونی دانست. هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پیشتر حکم صادر شده برای قاسمزاده مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی را به اخراج تبدیل کرده بود. عزیز قاسمزاده در دادخواستش علیه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود که این نهاد هنوز فرق میان تخلف و جرم را نمی داند و خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون احراز جرم سخن گفته است. بر این اساس هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش در حالی برای صدور حکم اخراج قاسمزاده به مصاحبه های او با رسانه ها استناد کرده که این موضوع از اختیاراتش خارج بوده و در حیطه مدعی العموم است. رسانه‌های ببخشید وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از یک پهپاد ساخت ایران با نام غزه را منتشر کرده و آن را بزرگترین پهپاد ایرانی ببخشید از نوع خود معرفی کردند. به نوشته این رسانه ها پهپاد غزه آخرین نسخه شاهد 149 است که از سال گذشته به کار گرفته شده و می تواند 35 ساعت مداوم با برد بیش از 2200 کیلومتر پرواز کند. روزنامه جروزلوم پست فروردین ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که پهپاد غزه قادر است حدود 13 بمب را حمل کند و مجهز به موتور جت است که می تواند آن را تا مسافت های بیش از 1000 کیلومتری پیش ببرد. موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در ایران به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. نتایج آزمایش 63 تن از 200 نفری که با علائم شدید تب بالای 40 درجه و استخوان درد به مراکز درمانی مراجعه کردند مثبت بوده و نتایج آزمایش سایرین هنوز در دست بررسی است. سعید کریمی معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه 19 تیر ماه با تاکید بر اینکه عمده مبتلایان مسافرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند گفت همکنون 7 استان بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان به ویژه شهر چابهار، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان درگیر این بیماری هستند. به گفته کریمی تا این لحظه پشه آیدس که عامل انتقال این بیماری است در استانهای گلستان و مازندران دیده نشده اما این دو استان در معرض خطر قرار دارند. بینندگان ارجمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در نخستین دیدار خود با کیر ستارمر، نخست وزیر جدید بریتانیا، با او درباره طیفی از مسائل از جمله برنامه هسته‌ای ایران و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ گفتگو خواهد کرد. کارین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه 18 تیر ماه گفت که بایدن تا این دیدار که در واشنگتن انجام می شود بر اهمیت ادامه تقویت روابط ما بین ایالات متحده و بریتانیا تاکید خواهد کرد. به گفته او، این دو رهبر فرصتی درباره بحث پیرامون همکاری های ایالات متحده و بریتانیا بر سر طیفی از مسائل از جنگ اوکراین گرفته تا جنگ غزه خواهند داشت و می‌خواهند که اطمینان حاصل کنند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته است که ایالات متحده آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در دوره ریاست جمهوری جدید نیست. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم به نوبه خود گفت ایالات متحده انتظار تغییری در سیاست ایران بعد از انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری این کشور ندارد. میلر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت انتظار نداریم که این انتخابات منجر به تغییر اساسی در جهتگیری و سیاست جمهوری اسلامی شود، چرا که علی خامنه ای است که حرف آخر را در خصوص سیاست‌های ایران می‌زند، نه رئیس دولت. و یافتوت همچنین روشن کردیم که با توجه به تشدید تنش‌های ایران در سراسر جهان، در حال حاضر از هر گونه راه حل دیپلماتیک معنادار فاصله داریم. روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید حزب کارگر در پی به دست گرفتن قدرت در این کشور برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شتاب نخواهد کرد. گاردین روز دوشنبه 18 تیر ماه نوشت مشاوران وزارت خارجه بریتانیا برای چنین اقدامی ملاحظاتی عنوان کرده و نسبت به پیامدهای غیر قابل پیش بینی و بسیار مخرب این اقدام بر روابط لندن با تهران هشدار دادند. حزب کارگر بعد از 14 سال بودن در جناح اپوزیسیون بریتانیا در انتخابات روز 15 تیر ماه این کشور قدرت را به دست گرفت. حزب کارگر یک روز پیش از انتخابات پارلمانی در منشور انتخاباتی خود سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان متخاصم توصیف کرده بود. شماری از فعالان این حزب تا پیش از انتخابات گفته بودند که سپاه باید تروریستی اعلام شود. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که اسرائیل به یکی از مناطق اطراف بانیاس در غرب این کشور حمله کرد.
حمله هوایی منتسب به اسرائیل همزمان با ورود دو کشتی ایرانی به بندر لاذقیه انجام شده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از یک منبع نظامی این کشور روز سه‌شنبه گزارش داد که اسرائیل کمی بعد از نیمه شب گذشته و در اولین دقایق سه‌شنبه یک موضع در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس در غرب سوریه را هدف قرار داد. این حمله از سمت دریای مدیترانه انجام شده است. رسانه‌های سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل روز چهارشنبه برای گفتگو درباره توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به دوحه پایتخت قطر سفر می‌کنند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ویلیام برنز رئیس CIA و داوید بارنا رئیس موساد روز چهارشنبه به قطر می‌روند و در این سفر همچنین با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست وزیر قطر دیدار می‌کنند. دولت برزیل برای نشان دادن حمایت خود از مردم فلسطین توافقنامه تجارت آزاد با تشکیلات خودگردان فلسطین را که بیش از یک دهه در انتظار تصویب بود به اجرا گذاشت. وزارت امور خارجه برزیل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این توافق کمکی عینی به یک کشور فلسطینی است که از نظر اقتصادی میتواند عملکردی موفقیت‌آمیز داشته باشد و در صلح و هماهنگی با همسایگان خود زندگی کند. مقامات روسیه میگویند که در حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه در روسیه یک تن کشته شده و دو ایستگاه برق و یک انبار نفت آتش گرفت. حمله یه روز سه‌شنبه 19 تیر ماه اوکراین به روسیه یک روز بعد از مرگبارترین حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف و چند شهر دیگر این کشور بود که در آن بزرگترین مرکز درمانی تخصصی کودکان اوکراین و یک مرکز درمانی دیگر آن در منطقه دنپروسکی با موشک کروز هدف قرار گرفت. حملات روسیه به اوکراین با محکومیت دبیرکل سازمان ملل روبرو شد و پنج کشور عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت شامل آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواهان نشست اضطراری شورا در روز سه‌شنبه شدند. اوکراین به خاطر حملات پهپادی و موشکی روسیه به خاک این کشور روز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. نانگرانشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دیسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره‌مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، با
بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمایش‌سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه‌ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. در حالی که رهبران ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واشنگتن گرد هم میآیند، نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفری دو روزه به روسیه رفته است. وزارت خارجه آمریکا از دیدارهای متوالی مودی و همچنین ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با ولادیمیر پوتین ابراز نگرانی کرده است. ماتیو مولر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به دیدار اخیر نارندرا مودی و ویکتور اوربان با رئیس جمهور روسیه، از هر دو رهبر خواست که برای مسکو روشن کنند که هر گونه راه حلی برای جنگ در اوکراین باید با احترام به تمامیت ارضی اوکراین باشد. میلر گفت که آمریکا نگرانی‌های خود را با دولت هند در مورد روابطش با روسیه مطرح کرده است. این نخستین سفر خارجی مودی بعد از آغاز سومین دوره پیاپی نخست وزیری است. در تازه ترین حمله‌ای که به شورشیان حوثی یمن نسبت داده شده، یک کشتی در مسیر حیاتی تجارت دریایی خلیج عدن هدف قرار گرفت. انفجار در دورترین نقطه آبراه که پیشتر هم هدف حمله این شورشیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود رخ داد. مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کاپیتان کشتی از انفجاری در نزدیکی کشتی در سواحل نشتون یمن در نزدیکی مرزان کشور با عمان خبر داده است. این سازمان در هشداری به دریانوردان گفت همه خدمه کشتی که نام و پرچم آن منتشر نشده سالم هستند. آسوشیتد پرس می نویسد که در مورد علت انفجار توضیحی دریافت نشده، هرچند که روسی‌ها بارها از پهپادها و موشک‌ها و همچنین قایق‌های پهپاد حامل بمب استفاده کردند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.